كما نهيم مي بالا قسمت برنامه وورد بعد ان انسرت پیکچر یک تصویر درج میکنیم و زمان تصویر درج کردیم می این بالای بخش سایز فلحال هم شما میدانیم سایز چه خورده بزرگ بسازیم هم از این استقامت و هم از این استقامت میدانیم سایزی را خورده بزرگ بسازیم هر دوی شده و اگر ما خواسته باشیم فلحال ببینین وقت زمانی که از طریق سایز بخش ورتیکال ما شما بزرگ میسازیم هاریزنتال به شکل اوتوماتیک چی میشه بزرگ میشه از هر دو طرف ببینین اما ما میخوایم که نه فقط وقت زمانی که از قسمت هاریزنتال بزرگ ساختم فقط از قسمت هاریزنتال بزرگ شوه وقتی که از ورتیکال خواستم از قسمت ورتیکال عمودن ببینین حالا فعلا 387 است و 2.9 وقت زمانی که ما اینو بیشتر میسازیم از قسمت پایین هم تغییرات نیاد پس ما میخوایم تغییرات نبیم میریم در قسمت سایز بعدا دی قسمت داریم به نام لاگ اسپکت ریشیو اینو ان چک کرده بعدا اوکی میگیم حالا که ما اگر ورتیکالی را بزرگ میسازیم ببینید هاریزنتال بزرگ میشه نمیشه و اگر هاریزنتال بزرگ میسازیم ورتیکال بزرگ نمیشه لینک نداره ارتباط نداره پس اگر خواسته باشیم لینک داشته باشه لاگ اسپکت ریشیو را فالس ساخته بعدا اوکی کرده حالا اگر ما بزرگ میسازیم عمودن و افقا همزمان بزرگ میشه موضوع بعدی اگر من خواسته باشم این تصویر خود یک فریم برش ایجاد کنم یا در یک شب قرارش بدم ببین در بخش کراپ از این استقامت انتخاب میکنیم کراپ تو شب بعد ای اساس شب فرض کنیم کراپ شود و اگر انتخاب کنیم که نه به شکل فرض کنیم به این دیزاین باشه کدام دیزاینی که شما انتخاب میکنین سلکت میشه و ترتیب میشه و اگر بیم از بخش کراپ دوباره فلحال برش میگیم ریست پس به حالت اول بیم میم از بخش کراپ که مش ما یک درس دوم قبلا هم کار کرده بودیم از قسمت کراپ توسط کراپ ما میتونیم که تصویر خود کدام قسمتایش که عمودن افقن از قسمت بالا و پایین اگر بیشتر می باشه زیادتر می باشه میتونیم که کراپ کنیم و از بین ببریم جاهای اضافگی زیاد فرض کنیم ما میخوایم تصویر خود نصف کنم از این استقامتی رو سلکت میکنیم حالا که مجرد کمی کراپ بگوییم تصویر ما چی شد نصف شد توسط کراپ میتونیم تصویر خود خورد بزرگ و اگر میم از قسمت فل فلحال ببینیم تصویر ما در استقامت قرار داره و نصف است اگر ما فل میگم تصویر ما مستقیما در باساس هاریزنتال فل میشه اگر بیم از اینجا بگیم که فت با تصویر ما فکس باساس ورتیکال فت میشه ببینین فعلا از قسمت هاریزنتال فت نیست وقت زمانی که ما میم فل میگیم برش ببینین هاریزنتال فل شده اما ورتیکال فل نیست عمودن و اگر ما از این قسمت میم برش میگیم فت هاریزنتال فت نیست اما ورتیکال چی شده؟ فت شده میتونی سلکت کنید یا خودتان اگر خواسته باشین هم میتونید کدام سایز خواسته باشین ترتیب کنین و برش بگوین که کراپ ای از وظیفه کراپ دوباره کنترل زد یا از این قسمت برش میگیم ریسیت و میتونیم که شبای مختلف بر از این سلکت کنیم بخش بعدیش در این قسمت داریم remove background توسط بخش set transparent هم ما background چی میکردیم؟ remove میکردیم در set transparent باید background و تصویر ما شما 100% یک رنگ میبود در غیر که اگر یک رنگ نمیبود background ما مکمل از بین نمیرم اما اگر چندین رنگ می داشته باشه یک تصویر چطور بدانیم که توسط بخش remove background background رو چی کنیم؟ remove کنیم یا از بین ببریم فرض مثال insert picture یک تصویر درج می کنیم فرض کنیم تصویر می خواهیم background زیر از بین ببرم remove background مجرد کمی remove background میگیم سایز صفحه ما خورده سیر دوباره بزرگ می سازیم وقت زمانی که بزرگ ساختیم کدام قسمت هایی که رنگ آبی رو به خود داره وقت زمانی که کیپ چنگیز بگیم نمو رنگ ها تمامش از بین میره و ببینین این استقامت هم از بین میره ما میخوایم که استقامت از بین نره تصویر بازده ای صورت برش میگیم مارک کیپ مارک ایریاز تو کیپ توسط از این کدام جایی که شما میخواین که تصویر بگیرین بالای زی کلک میکنین و اگر خواسته باشیم مارک ایریاز تو رموف او استقامت رو
جاها را مارک میکنین به خاطر ریموف شدن یا از بین رفتن. و اگر بگویم که دلیت مارک، فلحال اول مارک انتخاب میکنیم، فعلا این استقامت ها سلکت هستن. و زمان که میبویم کیپ چنجز سایکو، این استقامت هم رنگش چی شد؟ از بین رفت. اما هدف ما این بود که این استقامت رنگش از بین نره. کنترل زد، دوباره سایز بزرگ ساخته و حال میگیم برش میگیم که مارک areas to keep. عد میکنیم استقامت ها ببینین و هم ای بخش و هم در مجموع تا استقامت ای بخش او رنگ از بین رفته، یعنی حالا فقط این استقامت رنگ شده، انتخاب شده، سلکت شده. و زمانی که میگیم keep changes، فقط بگراوند چی شد؟ از بین. و حال اگر ما تکست می داشته باشیم، ایره ما انتخاب کنیم in front of text، در صورت که اگر تکست می داشته باشیم در صفحه، جاهای کراپ شدگی رو ببینیم. اگر بگیم reset، بازه ای صورت کراپ نیست. این موضوع رو قبلا هم کار کرده بودیم، اما توسط remove background رنگ های مختلف رو شما می دانید سلکت کنید، اما توسط بخش set transparent فقط یک رنگ می دانید که سلکت کنید و از بین ببرید. قسم قبلا کار کرده بودیم. بخش بعدیش در این قسمت داریم کلپ آرت. بالای کلپ آرت کلک کرده کدام تصاویر های کوچک در خود سیستم است و در صورت که کمپیوترتان با نت وصل باشه، شما includeoffice.com کانتنت هم فایل می سازیم و فرض کنیم ما می خواهیم که تصویر کار موتر بر ما دریافت کنه، مجرد که می انتر کرده بر ما سرچ می کنه این تصاویر هست. اگر در نت وصل می باشین و این قسمت هم فایل می باشه، تمام چیزهایی که به نام کار می باشه بر ما چی میکنه؟ دانلود میکنه، سرچ میکنه و ما میتونیم که از او کار بگیریم. حالا مستقیما یک بار بالاش کلیک کن در صفحه قرار بگیریم. کلیپ آرت تصاویرهای کوچک هست. و اگر ما فرض کنیم درج کنیم هاوس، مجرد کمی انتر میکنیم هاوس هست، چیزهایی که نیمش هاوس هست. و اگر فرض مثال بگوییم که فلاور و مومن در مجموع کلیک کرده در صفحه مجال میشه. تصاویر های کوچک هستی ها، چیزی که در خود سیستم تان هست. و اگر ما بین دیگه استقامت دوباره برش بگوییم که کار و از بخش ریزلت شد بی چی رو بر ما دریافت کنه؟ الستریشن، فوتوگراف، ویدیو، آدیو. فعلا در مجموع ما شما سلکت کردیم، در صورتی که اگر آدیو هم باشه بر ما دریافت کنه، اگر ویدیوش هم باشه، اگر فوتوگراف باشه یا الستریشن باشه. کی موضوع رو شما انشاءالله بیشتر در بخش پاورپوینت باز کار خواهد کردیم که چه قسم ویدیو دیگه داریم و چه قسم آدیو. حال فعلا در مجموع سلکت است. اگر ما درج کنم بگر ما بگیم که رنگ، یا سعی که مجدد که می رنگ درج کردیم بر ما و شما این ساوند هم افزود شد، یعنی سرچ کرد مستقیما. اگر بالای زیما کلیک کنم در صفحه ما یک قسمت قرار میگیره. حالا اگر دبل کلیک کنیم ساوند پلی میشه. که بازی کار کردش بیشتر بخواهید در برنامه پاورپوینت باز کار خواهد کردیم. حال فعلا هدف ما در چی است؟ که ما بتانم تصاویرهای کوچک از این قسمت دریافت کنم. و بخش بعدیش کدام آپشن هایی که ما در پیکچر اجرا کردیم در یه هم اجرا کردم میتونیم از نگاه دیزاین. بعدا بخش بعدی در اینجا داریم شپس. شپ های مختلف است، میتونیم که از یه استفاده کنیم و کار بگیریم و از یه قسمت ستایل میتونیم که براش سیف کنیم و کدام شکلایی را که ما در درس‌های قبلی کار کرده بودیم در پیکچر دیگه هم میتونید ایجاد کنید. فرض مثال اگر ما بیم 3D میتونم ساخته کدام موضوعات را قبلا کار کردم، رفلکشن هم ترتیب کرده میتونم. به اینجا دیگه شما بلدیت کامل دارید. و یگانه چیزی که در استقامت قرار دارم، مگر خواسته باشم در شپ خود یک تصویر قرار بدم، برش از اینجا انتخاب میکنیم فل پیکچر، بعد از این استقامت تصویر قرار میکنیم در داخلش. دوباره کنترل زد، بعدا فل. اگر ما خواسته باشیم که یک رنگ برش تشکیل کنیم، سالید رنگ، از این قسمت میتونیم رنگ انتخاب کنیم. اگر خواسته باشیم که نمی شپ ما چندین رنگ داشته باشه، میکس چندین رنگ باشه، باز در این صورت از بخش فل گریدینت از اینجا میتونیم سلکت کنیم که با کدام اساس باشه. این شکل های ترتیب شده است. و اگر خواسته باشیم خودتان ترتیب کنیم مور گریدینت، گفتیم چندین رنگ. نو فل،
هیچ رنگ نداشته باشه، سالید فل فقط یک رنگ و گریدینت میتونیم که چندین رنگ ازش تشکیل بدیم. فلحال بالای این استقامت کلک کرده و سه نقطه داریم، این را هم دلیت میکنیم، توسط مثبت اد کرده و توسط ریموف میتونیم که ما این استقامت ها را دلیت کنیم. حالا میفهمیم که هدف از یا چی هست. خب حالا دو نقطه قرار داریم، طرف بالا و طرف پایین. طرف بالای از این فرض کنیم میگیم به این رنگ باشه، به رنگ زرد. و اگر خواسته باشیم طرف پایینه میگیم فرض کنیم طرف پایین به رنگ سبز باشه. از چه رنگ تشکیل شد؟ دو رنگ. ما میخوایم سه رنگ داشته باشه، در داخل خود یک رنگ دیگه هم داشته باشه. پس ما میایم در این استقامت برش میگیم که اد. مجرد که اد گفتیم در قسمت وسط انتخاب کرده و از اینجا میتونیم که رنگش چنج کنیم بگیم به رنگ آبی باشه. سه رنگ شد. و شما میتونید رنگ های مختلف تشکیل بدید. آیدی کارت ها رو شما دیده باشید در مجموع که باز بخیر عملی کار میکنیم. خب میتونید رنگ های مختلف برای زیست سفر کنید. اگر اد میگین دوام میتونید شما اد کنید. پس دوباره برش میگیم ریمو. خب در این قسمت پوزیشن موقعش هم شما میتونید از این استقامت ست کنید و هم منوالی خودتان ایجاد کنید. ببینید در داخل شب ما تغییرات بیشتر میاد. استقامت رنگ را سلکت میکنید، در کدام استقامت باشه موقعیت شد. برایتنس روشن باشه یا تاریک باشه. ترانسپرنسی موش ما قبلا کار کرده بودیم، حالت قرار داشته باشه که عقبش معلوم شود. سعی کنین حالا اگر ما ایره بالای تکست خود میبریم عقب تکست معلوم میشه نه. اگر احیانا ما از بخش گریدینت از این قسمت ترانسپرنسی از این دوباره صد میسازیم، حالا فعلا صد است و بالای این بخش کلک کرده چقدر است؟ 95. این را میسازیم صفر. آیا معلوم میشه؟ نمیشه. پس ترانسپرنسی از این بیشتر ساخته تا اینکه عقب از این زایر شده. یک دیزاین است. بعدا از بخش پریست کالر اینجا رنگ های جور شده است. پیشتر ما خود ما رنگ ترتیب کردیم، اینجا رنگ های ترتیب شده برای و از قسمت تایپ چندین شکل داره. حالت لینیر است که بازی بخش ها شما انشاءالله بیشتر در بخش دیزاینینگ مثل برنامه کورال درا و فوتوشاپ یا بیشتر کار میکنیم. شکل ریدیال بخواد داشته باشه ببینیم در استقامت و ریدیال اگر انتخاب کردیم میتونیم که موقعش انتخاب کنیم در مرکز باشه سکنیم، یا انتخاب کنیم که به طرف بالا باشه ریدیال یا و استقامت فرض کنیم پایین باشه. موقعش سلکت میکنیم، فلحال میگیم در وسط باشه. و همچنان اگر ما لینیر انتخاب کنیم ببینیم به این شکل است و ایران میتونیم موقعش انتخاب کنیم. دوباره اگر رکتنگل بگویم این یک دیزاین است، حالت چارزولی را بخواد داره، میتونیم که موقعش ست کنیم برش. پس میگیم نه وسط باشه و رنگ ها را میتونیم چنج کنیم. و اگر بگویم که پت باز با فکس خود شب ما قرار میگیره، در صورتی که ما هر حالت را سلکت میکنیم. سعی کنین اگر ما بیم بگویم پد فکس خود شب ما قرار میگیره، یعنی هر حالتی که باشه مستقیما اگر ما از اینجا انتخاب میکنیم که پد باز با فکس شب ما قرار میگیره حالتش با شکل چارزولی. خب فلحال اگر ما گریدینت بالایی سلکت کردیم، کلوز کردیم، حالا اگر روتیت میکنیم ایره میچرخانیم تصویره، امید در داخلش کدام شپ کدام دیزاینی که ایجاد شده ای هم کتیش میچرخه کتی شپ ما. پس اگر ما بیم از قسمت فل بخش گریدینت مور گریدینت روتیت و شپ انتخاب نکنیم، یعنی چک باشه کلوز کرده، حالا که روتیت کنیم بچرخانیم تصویر ما را. فعلا دیگه چون پت انتخاب کردیم به او خاطر خود تصویر یا رنگی که در داخل شب ماست او هم کدش رو دیت میکنه. اگر احیانا ما از قسمت گریدینت یک حالت دیگر سلکت کنیم برش، ببینین از این استقامت روشن است تابعی قسمت و این استقامتش تاریک است، این نشانی کنیم. وقتی که روتیت میکنیم روتیت میشنه همراه با رنگ. اما از طریق گریدینت روتیت و چپ اگر ان چک کرده حالا ببینیم سگرین روتیت میشه، رنگ جای در جای است، فقط چپ چه حرکت داره ببینین.
این رو ببینید. آره اگر یک اندازه این طرف بیاریم سکنه این قامت چه ای گیره بخواد. شب تنها حرکت داره اما رنگ حرکت نداره. و اگر خواسته باشیم که دیش رنگ حرکت کنه وقت زمانی که انتقال میدیم روتیت میکنیم باز باید این چی باشه؟ فعال باشه. شکل. و بخش بعدیش که مکمل آیدی کارت ها و بیشتر موضوعات که ما شما میبینیم از این استقامت ترتیب بشه که باز بخیر در پروژه بیشتر کار میکنیم. دیگه داریم بخش تکسچر. میتونیم تکسچر های مختلف از اپلای کنیم. سرتیفیکیت ها رو شما دیده باشین تکسچر میداشته باشه بخواه. میتونیم تکسچر های مختلف از اینجا برستد کنیم و بیشتر در نقشه و چیزا هم از استفاده کرده میتونیم در از نگاه دیزاین. مور تکسچر اگر میگیم میتونیم تکسچر های بیشتر انتخاب کنیم. از کدام استقامت بیشتر ما شما سالید گریدینت کار کردیم آل بالای پیکچر آر تکسچر فیل است. میتونیم که فایل بگوییم مثل که بیشتر تصویر انتخاب کردیم باز هم برای ست کنیم. یعنی تکسچر ها و پیکچر ها فیلن در بازار بسیار زیاد است. سیدی شما دریافت کرده میتونیم که در سیستم اتان اپلای کنین یا دانلود کنین و از او به حیث یک تکسچر استفاده کنین در کامپیوتر. خب بخش بعدیش وقت زمانی که ما تکسچر اد کردیم میتونیم که خود پیکچر خود در داخل تصویر از اینجا کنترل کنیم. فعلا در مجموع تمامش صفر است. طرف لفت رایت در مجموع تمامش. اگر ما بگیم تایل از تکچر بازه ای صورت ببینین چون تصویر بسیار بزرگ است و شپ موش ما خرد است. اگر این را فال می سازیم اون قدر جایی را میگیره که چقدرش که در شپ موش ما جای میشه و اضافه گیش دیش معلوم نمیشه. در سر ما اگر فکر دان باشه در اپریتینگ سیستم کار کرده بودیم در بخش دسکتاپ تایل بود، استرچ بود، تصویری که در صفحه عرض میگرد تایل و شکل پاشار بر ما علاوه میکرد. هر قدر خرد باشه اونم قدر زیاد میاد، هر قدر بزرگ باشه اونم قدرش که در شب ما معلوم میشه اونم قدر در ما ظاهر میشه. پس از بخش کلیپ بورد فایل افامیده که تصویر را وجود کرده میتونیم. حالا اگر ما از کلیپ بورد بیم تصویر کلیپ بورد را وجود میکنه و اگر بگویم کلیپ آرت نه از اینجا چون تصویرهای خرد است خوبتر معلوم میشه از نگاه آفست. اوکی کرده و تایل از پیکچر ببینین چون تصویر خورده است چند تا تصویر افزود شده دیگه؟ دو تا. ما میخواییم که ترتیب کنم باز از بخش آفست میدانی که ترتیب کنیم. از طرف بالا چهار اطراف شما میدانی که ست بشکنیم و سکیلش هم ساده است از یک استخامت هم میدانیم. تصویر خود رو یک تصویر بله؟ تایل انچک کن تایل باز با شکل پاشان میره و میتونی که موقعیت شما سلیکت کنی از این استقامت. ترانسپرنسی چقدر باشه که عقبش معلوم شد سکت کنیم روتیت و چپ همون موضوع پیشتر است. و بعد بخش بعدیش داریم پتن فل. پتن فل کلیک کردم ما میتونی که یک پتن بسازیم به این شکل باشه فرض کنید رنگش که بازی پتن این موضوعات بیشتر انشاءالله در بخش گرافیک شما کار خواهد کردیم که شما دیوارا را بعضش دیده باشید در بخش گرافیتی اگر نقشه ساخته میشه توسط پتن توسط از این استقامت میتونید دیوارایش را بسازید. میا فرض کنید پترن های مختلف سلکت کنید برای که این موضوع را انشاءالله در بخش پیج لی اوت هم باز یک بار کار خواهد کردیم در بخش پیشکالر و موضوعی بود بالای بخش فارمت و همچنان از بخش فل. در مجموع اوتلاین میتونیم اپلای کنیم و درس های قبلی بیان. یعنی درس موش مبالایزی کار کردیم ای بود و اگر فکرتان باشه یک درس باقی مانده بود از بخش فکر کنم 3D روتیشن کیپ تکست روتیت کردیم تصویر خدا و یک درس باقی مانده گفتیم کیپ تکست فلات که بازیر ما در خودش بخش شب کار میکنیم. ببینین اگر ما در داخل از یک تکست اد میکنم اد تکست در داخل شب چه قسم تکست اد میکنیم بالایش رایت کلیک از یه میگیم اد تکست. وقت زمانی که اد تکست گفتیم سایزش یک اندازه بیشتر میسازیم سایز تکست خدا. خب درش میکنیم فرض کنیم مشل انستیتیوت
و بعدا از بخش فرمت برای یک استایل هم سلیکت میکنیم. و بالا ازی هم کلک کرده از این استقامت میتونیم که یک شکل برای این سلیکت کنیم. و اگر ایره ما روتیت میکنیم بخش شفت ردیف روتیشن ببینین در داخل شب ما و شما تکست قرار داره و به شکل افتاده فکرتان است؟ یعنی امو تکست ما هم در داخل خود شب است. یعنی هر استقامتی که روتیت میکنیم شب تکست هم قدیش روتیت میشن. اما اگر ما بیم از طریق بخش فل ببخشین روتیشن 3D روتیشن اگر ما کیپ تکست فلات انتخاب میکنیم بله کلوز کرده. حالا ببینید که دزی افتاده است تصویر ما تکست ما افتاده نیست. و اگر از این استقامت سلیکت میکنیم برای ازی یعنی حالا فلحال اگر هر قدر روتیت کنیم شب خدا تکست ما که دزی روتیت نمیشه. و اگر ایران چک کرده بازو کدش یک جایی ببینیم حالا فلش روتیت میشه. و هم میتونید شما دستنس فرام بکگراند ببخشید فرام گراوند میتونید که رو یک اندازه فاصله بدین از قسمت پایینی جایی که موقعیت داره. تصویر بود تک جای در جای قرار داره. ریست میگیم پس به حالت اول کلوز کرد. خب در این استقامت فل کار کردیم، لاین کالر کار کردیم، لاین استایل کار کردیم، شیدو را کار کردیم، رفلکشن در تصویر یا در این هم شما میتونید کار کنین، گلو اند افکت کار کردیم در مجموع موضوعات، 3D فرمت کار کردیم، روتیشن کار کردیم، پیکچر کرکشن هم کار کردیم در خود تصویر، پیکچر کالر هم خودش کار کردیم، آرتستیک افکت هم در پیکچر کار کردیم، بخش کراپ و پیشر کار کردیم. قبلا باقی مانده چی؟ تکست باکس که تکست باکس همراه با آل تکست در قسمت انزرت بخواید تکست باکس که رسیدیم بازی رو بخواید اونجا کار خواهد کرد. و در بخش فرمت ورد استایل مانده که باز در قسمت انزرت در بخش ورد استایل انشاءالله کار خواهد کردیم. این بود در مجموع بخش موضوعات بالای شپ. کنترولن یک صفحه جدید گرفته، یک شپ جدید ایجاد میکنیم. شپ که ایجاد کردیم بعد اندهی استقامت ببینید انزرت شپ میتونیم شپای مختلف اد کنیم که شپای بسیار اساس است به خاطر دیزاین میتونیم از یا استفاده کنیم. مثلا شما اگر در صفا دیده باشین بعض اعلانات میباشد این استقامتش در داخل از اون مجده نوشته میباشه. اگر فکر کنم باشه دقیق شده این کنم وقت رایت کلک اد تکست مجده یا فرض کنین بعض مسائل های دیگه از این هم در بعض ویکابلری ها دیده باشین استفاده میشه در عقب ویکابلری. یعنی شب ها به نهایت استفاده داره. یک لوحه را شما دیده باشین دقیق باشین یک لوحه درج است فقط یک ارو و در او فرض کنین روشته است که رای طرف است یا شفاخانه ای طرف است. پس ما میدانیم از شب ها کارهای مختلف و استفاده بسیار زیاد داره و شکلهای مختلف از این استفاده کنیم و کار میکنیم. و یگانه موضوعی که دیگه قسمت اگر ما یک شب درج میکرده باشیم خواسته باشیم چینج کنیم میره میدانیم که چینج کنیم مثل که پیشتر کراپ کار کردیم. یعنی بعض استایلر رو ما بالای زی اپلای کردیم و تکست هم دیش اد است. اگر از این استقامت میم چینج شپ ببینید تکست چینج میشه؟ نه فقط شپ چینج میشه مثل که پیشتر تصویر جای به جای بود فقط موشما شپ خدا یاد همون شکلش چینج میکنیم. دیگه داریم ادیت پوینت. ما اگر خواسته باشیم خود شپ ترتیب شده را ادیت کنم تغییرات بالایش برام باز من در این استقامت بالای ادیت پوینت کلک میکنیم. حالا هر نقطه زیر شما میتونید که تغییرات بدیم بالایش با شکل دلخواه. و بخش بعدیش در این قسمت داریم ری راوت کنکتور. ری راوت کنکتور وظیفه چی است؟ که اگر فلحال در برنامه وردی موضوع کار را میکنم میریم در برنامه اکسل یعنی موضوعات کار کردیم در ورد اکسل هم است انزرت ببینید پیکچر کلپارت شپس یا اگر ما یک شپ انتخاب میکنیم
فرض کنین اولا و بعدا یک شب دیگه هم انزرت میکنین، فرض کنین استارا میخواییم این تاره با هم وصل بسازه، این شب بارشو تو وصل بسازه. میم از این استقامت ببینین بالای لین که میریم اینجا گفته elbow connector، میبینین ماوس زیر کرسر رو ببینین، و اگر بالای زی میریم چی نوشته است؟ لاین. و بالای زی اگر ماوس ما میریم باز هم ارو. پس ای هر کدام از این از خود نام داره، اگر بالای زی ماوس ما کرسر میبریم کنکتور است و ای هم کنکتور است، یعنی ما توسط زی میتونم که کنکت کنم دو شپ. بالای زی یک بار کلیک کرده سعی کنین بالای شپ که ماوس ما میریم یک حالت دیگر رو خود میگیره، این نقطه زی ببینین یک نقطه زیر سلیکت میکنیم، بعدا بالای تصویر دیگه میبریم. حالا ببینید تصویر با هم وصل است، شبار با هم چی کردیم؟ وصل ساختیم. کیگه بخیر دیگه دار بخش کورل درا به شکل بسیار اساس باز کار خواهد کردیم. شبار با هم وصل ساختیم، حالا ری راوت کنکتور فعال شده، مجرد کمی کلیک کنیم نقطه اساسی را از زیر بر ما سرچ میکنه، پیدا میکنه ری راوت کنکتور، نقطه اساس باید استقامت قرار داشته باشه، یعنی اگر ما شب اشتباه میکرده باشیم در کدام استقامت دیگه قرار میداشته باشیم ایره. وقتی که می ری راوت کنکتور رو میگم نقطه صحیحش رو برمان سلکت میکنم. دوباره برنامه ورد و این بود موضوع بخش مکمل شپس. حالا ببینیم که از شبها ما چی موضوعات اجرا کرده میکنیم.